در این آموزش قصد داریم با نحوه دسترسی به عناصر آرایی سلولی در نرم افزار مطلب آشنا بشیم. فرض می‌کنیم که یک ماتریس داریم که از یک آرایه سلولی تشکیل شده به صورت 2:3 و ما می‌خواهیم به عناصر اون دسترسی داشته باشیم. برای دسترسی به عناصرش دو راه وجود داره، یکی با استفاده از پرانتز باز پرانتز بسته است و یکی هم با استفاده از آکولات باز آکولات بسته است. این دو مقداری با هم دیگه تفاوت دارند. برای مشاهده کردن تفاوت این دو نوع دسترسی ما به این صورت عمل میکنیم که مثلا متغیری به نام A رو تعریف میکنیم، میگیم مت 1 و 2 رو برای ما نشون بده، محتوای مت 1 و 2 رو برای ما نشون بده. با زدن اینتر میبینیم که متغیر A به این صورت نمایش داده شده، گفته یک به صورت 1:1 سل اری هست، یعنی به صورت یک سلول در داخل خودش یک آرایه 1:3 از نوع دابل داره. در واقع ما با استفاده از پرانتز وقتی که به یک عنصر یا یک سلول از یک آرایه سلولی دسترسی پیدا می‌کنیم، چیزی که به عنوان نتیجه برمیگردونه یک سلول است. یعنی ما اگه کلاس متغیر A رو بگیریم میبینیم که کلاسش به صورت سل هست و ما اگه بخوایم به عناصرش دسترسی داشته باشیم باید به صورت یک سلول باش رفتار کنیم، در صورتی که ما میومدیم از آکولات باز آکولات بسته استفاده میکردیم، یعنی مت رو به این صورت تعریف میکردیم به صورت 1 و 2 و پرانتزمون رو میبستیم، میبینیم که محتوای سلول 1 و 2 رو بهمون نشون میداد، در حالی که با پرانتز باز پرانتز بسته اون چیزی که به عنوان نتیجه برمیگردون یک سلول بود، اما با استفاده از آکولات باز آکولات بسته محتوای اون سلول رو برای ما برمیگردونه. بنابراین استفاده کردن از آکولات باز آکولات بسته برای دسترسی به محتوای یک سلول بهتر و کاربردی تره. حالا ما فرض میکنیم که یک متغیر تعریف میکنیم به نام A، میخواییم به عنصر شماره 2 و 1 دسترسی داشته باشیم. همونطوری که از ماتریس مت مشاهده کردیم عنصر شماره 2 و 1 خودش یک آرایه سلولیه، بنابراین متغیر A هم الان محتوای آرایه سلولی رو نشون میده، محتوای آرایه سلولی به صورت یک آرایه سلولی 1:2. ما میتونیم به صورت آی 1 و 1 به عنصر شماره اولش و با استفاده از آی 1 و 2 به عنصر شماره دومش دسترسی داشته باشیم. یک نکته دیگه که هست اینه که ما میدونیم عنصر شماره 2 و 1 از ماتریس مت به صورت یک آرایه سلولیه. ما میتونیم تعریف کنیم مت آکولات باز آکولات بسته در داخلش تعریف کنیم 2 و 1 و سپس تعریف کنیم مثلا عنصر شماره 1 و 1ش، یعنی به صورت یک ساختار سلسله مراتبی ما میتونیم به عناصرش دسترسی داشته باشیم و یا به عنصر شماره دومش هم به این صورت دسترسی داشته باشیم. بنابراین ما برای دسترسی به محتوای یک سلول از آکولات باز آکولات بسته استفاده می‌کنیم و در صورتی که می‌خوایم یک سلول به خودی خودش به صورت یک سلول برگردونده بشه و محتواش رو نشون نده، ما می‌تونیم از پرانتز باز پرانتز بسته استفاده کنیم. در این آموزش با نحوه دسترسی به عناصر آرایه سلولی در نرم افزار مطلب آشنا شدیم.